آسیاب با آب گردید، آردم خراب گردید. آسیاب با آب گردید، آردم خراب گردید. نخم، خودم میدونم مهمله. مهمی که قافیهش جوره. حالا بگو این چند تا آ داره؟ سه تا. چند تا ب داره؟ اونم سه تا. چند تا دال؟ دال پنج تا. باریک اللهو، گوشت خیلی خوبه. یه شعرم خودم گفتم، میتونم بخونم؟ احسنت، برای کدوم حرف؟ برای حرفی نیست، واسه مکتبمون. بخون ببینم. آمیز یحیای حاجی، آهور و ملا باجی. آمیز یحیای حاجی، آهور و ملا باجی. خوبه؟ خوبه؟ اصلا انتظار نداشتم. مگه من ملا باجیم؟ ناراحت نشه دیگه، اینم مهمل بود، فقط قافیهش جور. قافیه شروع بود. دیگه نمیخواد بخونه. چشم. حالا خوب نگاه کن. میخوام یاد بدم بتونی اسم تو بنویسی. راست میگی؟ بگو جان آهو. دروغم چیه؟ به جون آهو. این الان منه؟ این الان توی. پس زودتر یادم بده دیگه، درسم یاد نگیرم و الان فقط آ رو بلدم. نترس، زودی یاد میگیر. بهتره بترس آمیز یحیی. روشن میشه.
شد عمو مشتی. دیشب شما دیر تشریف آوردین. این پسر خبط و خطایی کرده، خانم رنجیده خاطر شده ازش. تحویل گرفتم خودم تنبیهش کنم. آفرین. آفرین که اغماز نمی‌کنی. محکم‌تر بزن رجب علی. بزن آدم بشه. نه خیر. فایده‌ای نداره. باید برم خودم تمشیت کنم. بده من. اون چوب رو من. بده من. بده من رجب علی. صد دفعه بهت نگفتم. ندم آقا مشتی. قلم پتش کنم. بهت نگفتم. نگفتم پدر سوخته. صدا تو ببر. صد دفعه نگفتم خلاف میل شازه قدم برداری. صدا تو ببر بیلی آقا. صد دفعه گفتم بدون اجازه شازه را بری پتو قلم میکنم. چه خیال کردی؟ خل شدم مشتی، داشت پسره رو میکشت. خل نشده، خودش تنبیه میکنه که ارباب نکنه. بریم جواهر. دختر خدمتکار نصف شبی خلوت میکنه با پسر پیشکار به بهانه مشق و سواد. این با چوب و فلک حل میشه؟ چه کنیم؟ بدیم تناب بندازن دور گردنش. اصلا راست میگه افسر الملوک، خلوت کرده که کرده، مگه مشق و سواد به این نون و ماستیه؟ وجود چنین دختری و البته چنان پسری، میدونی چه لطماتی ممکنه بزنه به تربیت انیس و مونس؟ اینا به کنار، حکم اربابی نباید بی سیرت بشه. پیشکار تنبیه کرده دستش درد نکنه، پس تنبیه ارباب چی میشه؟ اینجا درست حکم نکنی، توی اون دوسیه مهمم درست حکم نمی کنی. تو این فقر البته حق با افسر الملوکه. ارباب باید قاطع باشه همونطور که مستنطق. زخم شمشیر خوردی؟ حالا لازم اونقا محکم بزنی؟ شازده که اینا نمیبینه. صدا تا که میشنی؟ نمیشنی؟ یا الله همون مشتی شازده حکم کرد. خب بنا هر دو اخراجم، تا زور نشده باید امارت رو ترک کنه. ای داده بیداد، حالا کجاست؟ رفت. ای داده بیداد، بمیری بچه با این کار کردنه. بیایی زماده ببار، من برم ببینم چه خاکی به سرم بریزم. پیر مرد بد خبر. حالا چی میشه رجب علی؟ نمیدونم. باز شکر، شکر کن که بدتر از این نشود. آنی چه کاری بود که با خودتو بابات کردی؟ گریه نکن دخترم، باید زود حالی میشه Thank you.
اومدی آهو؟ بیا برو سواش. بیا دیگه. همون نذارم. تو رو خدا نذار منو ببر. تو اگه طالع داشتی که استغفرالله. اونو میبینی؟ یحیاس. پسر ابراهیم. کاری نمیشه کرد. بیا سواشو. من میرم میفتم به دست و پای شازده. اینو با این حال نفرستینش بره مشتی. شازده تا حکم نداده منعطفه. وقتی حکم داد نعوذ بالله خدام راضیش نمیکنه. خب حداقل بفرستینش پیش میرزا اسد. اونا قبولش میکنن. من نه به دلسوزی شما شک دارم نه به بزرگواری خانواده شالچیا. وقتی شازده حکم داده فرستادنش خونه میرزا اسد حکم اعلان جنگو داره. تعارف که نداریم. من یکی نمیتونم. شما میتونی؟ بفرمایید. بیا اینو بگی میری پیش بیبو گلنسا ببینیم بعدن خدا چی میخواد. به حرف من رسیدی دختر؟ روم سیاسم همش تقصیر من. حلالم کن. اونم میگه همش تقصیر اونه. جفتتون مقصری. حالا یه حال کاری شده کاریش هم نمیشه کرد. اما این مرد برو تو هم برو به سلام. سفر به خیر. برو هم. سلاغون پیش عمه. روم سیاس یحیا. حلالم کن. گردنم بشکن. میرزا یحیا. من شاید دیگه دارالفنون نرم آهو. ولی تو یه روزی طبیب میشی. حالا ببین. تو هم مهندس معمار میشی. حالا میبینی. بریم. 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 گفتی اسم اون نقشی بود؟ بوته! بوته قراشتی! بیوز بود و منت هر خدمتی که کردی یارم مباد و کس را مخدومه بی انابیت یوم نوکری کن آقا آقا بگو این هم عاقبتش. ای ای روزگار کس رفتانه. شد فروغ؟ نبودم اون مسعدی. اون یکی اندرون هم رفته همون؟ آره همون. گشتم همه جا رو. خدا همه کجا گذاشته. شهر میخواه آرام. بیا بالا. من تو دروازه میرم. نه آقا نمیخواد. خدا خیرت بده. برو. سلام.
جناب ارسلان میرزا. جناب ارسلان میرزا. سلام، عرض ارادت جناب ممتحن. کجا سر میکنی؟ اینجا نیستی؟ همیشه به ترقی، عرض تهنیت، مبارک باشه. چی مبارک باشه؟ قاشا میکنید. میترسید ازتون شیرینی بگیریم حضرت التزام السلطنه؟ اختیار دارید، هنوز چیزی قطعی نیست. وقتی قطعی شد به روی چشم. البته یه آتیشی هست که دودی بلنده. با اجازت. بفرمید، بفرمید جناب ممتحن. سلام ارسلان، خبر داری؟ سلام جان، از چی؟ پیش کلونل بودم، میگفت حکم لقبت فقط توشیه شاه حکم داره. اونم صدر اعظم قول داده که همین امشب بعد از تموم شدن کار بگیره. از تو هم خبردار شدی. کل دارالخلافه میدونم. معجزه شد ارسلان، معجزه. از کلونل پرسیدم، گفت من واسطه نشدم. خودم میدونم کی واسطه شده، ولی به چه قیمتی جان؟ به چه قیمتی؟ یعنی چی به چه قیمتی؟ باشو باشو برو که بخت تنگه. باورت نمیشه، مثل سقراط شوکرم خورده. از دیشب با هم سست شدم. الان وقت این حرفاست. حضرات منتظرم. کلونل گفت جلسه کردم برای شنیدن گزارش تو. اشتیاق من برای گرفتن لقب کم از اشتیاق حضرات برای گرفتن گزارش نیست. ای سخته، خیلی سخته. آسون میشه. کافی به حضرتی فکر کنی که عمرش از عمر تو هم بیشتره. به حضرتی که ذره ذره همو جانو آب کرد و داره تو افسر الملوک آب میکنه. وقتشه که از مواهب دولت مردی بهره مند بشه. وقتش نیست. چرا؟ وقتشه. خودم همراهت میام تا کارو تمام کنی. الان بدترین زمان برای تردیده. بلند شو. بلند شو جناب التزام و سل. چشم حسود کور. از این به بعد جامون عوض میشه. تو باید دست منو بگیری. البته که میگیرم. التزام و سلطنه؟ بله، مهر لقبو ساختن. چند ساعت دیگه خون اسد جوهرش میشه و رحمت الله و برکاتو. از دیوانه کردن من چی آیدتون میشه؟ چرا هر بار خبرش اون تری میاری؟ اصلا خود بکتاش کجاست؟ چرا آفتابی نمیچه؟ حرف من حرف جناب بکتاشه. ایشون صلاح نیست این موقعی روز اینجا رویت بشن. الان خونه اسد مهمتره یا امنیت اهل سایه؟ ما سر قول و قرارمون هستیم خانم. خونه اسد و غیر اسد فرقی نمیکنه. برای شما چی؟ چرا کاری نکردین؟ از من چه کاری ساخته است؟ Thank you.
میرزا اسد شالچی پاشو احضار شدی برای انتقال. سربازا فقط فوق گردن باشه. با دستبند پابند انتقال سریع و فوری به قرنطینه. سگو به نمستم میلی برشی بردنش دیگه. اونجا جایی موندن نبود. خوب کردی اومدی. میخواستم قبل رفتن یه دستی معطلت رو ببینم. انقدر ببینیش که دیگه خسته بشی بگیرش. آقای عنایت. بله خانم. چقدر میگیری جایی مرنجاب ما رو ببری اونجایی که من میگم؟ عمو مشتی. عمو مشتی با من. اگه زحمت عمو مشتی با شماه پس آوردن آهو هم با من. دیگه هم چیزی نمیخوام. نمیدونم چه خوابی برای اسد دیدید. پس لابد خودش برای خودش اعلان جرم کرده. خودش از داخل زندان رشید و ترسونه که اومد شهادتش رو پس گرفت. نه شازده، این کار رو نکن شازده. حتی اقل تو این کار رو نکن. بذارید یه جلو
پسر سرباز، خبری گرفتی؟ غیر از دو نفر همه زندانی های این دوستی آزاد شدن. قرار بود کمک هم کنی. چه کمکی؟ من پولاتو خرج نکردم خواهرم. شوهر شما استغفرالله خود خداستون تو. قلم دستشه. من کیم؟ سرباز دوم قربون علی. درجه عیار مردونگی نیست. چهار تا خط میدوزن روی شونه سرباز. سرباز باید قلبش بزرگ باشه قربون علی. این بار ازت نمیخوام که رشوه بگیری کمکم کنی. میخوام با وجدانت کمکم کنی. به روی چشم. ولی به خدا برادر شما کارش بیخ داره. تو کاری به این حرفا نداشته باش. فقط کمک هم میکنی یا نه؟ درواز کنید. برو تو. بلیت کمار. الان برمیگرده. قربان این زن ما نگفتن کسی داخل نیاد. بیرون. فخری زحمت نکش ارسلان، من زود میرم. عذر خواهم که اینطوری اومدم، ولی چاره ای نمونده بود برام. من که بهت گفته بودم یادم حرفاتو گفتی سخته، گفتی سخت‌ترش نکن. دائم میترسیدی سخت‌تر بشه. بشین، تو رو خدا بشین. حالا که آوازی لقبت همه جا پیچیده، خیال نکن فخری اومده سخت‌ترش کنه. نه ارسلان، نه ایمدم التماست کنم واسه جون ازت که حالا پروین رو بیوه نکن یا طاهر رو یتیم. نه، من فقط اومدم یه چیزایی رو یادت بیارم. یادت بیارم که تو توفیر داری با این فلان و سلطن و بهمان و دوله ها. تو شرف داری هر سلان. تویی که غیرت سرت میشه. تویی که وجدان داری. تو اگر شریک خونه مظلوم بشی، کابوسش مثل بختک میفته به جونت. روز اول شازده عاشق دیدمت. با هم که نیومدی پی کار اسد، به فکر ترقی که افتادی شازده عاقل دیدمت. اما امروز نه شازده عاشق رو میخوام، نه شازده عاقل رو. امروز میخوام شازده عادل ببینمت. اگر بهای عدالت خونه برادر منه، و الله باکی ندارم. با خیال راحت بنویس. حکایت قدرت، حکایت لیلی و مجنون نیست. دولت نوکر عادل نمیخواد. من شازی عادل بشم که چی؟ پشت پا بزنم به همه چی که چی که از چشم معشوق نیفتم، که از چشم خودت نیفتی، که مرد تا وقتی مرده که از چشم خودش نیفتاد. مرد؟ کدوم مرد؟ مردی که جلوی چشاش. بهت گفتم نیم، گفتم سخت‌ترش نکن. نگفتم؟ مردت مرده فخری، مردت خیلی پیشتر از برادرت مرده. تو نمیخوای باور کنی. هنوزم مردتر است و تو این شهر سراغ ندارم شازده. اگر داشتم اینجا نبودم.
نام کردگار بخشاینده، ضمن تشکر از حسن اعتماد شما امرای دیوانخانه های عدلیه و نظمیه، به خصوص شخص عالی جناب ابو تراب نظم الدوله، و همچنین ضمن بذل صمیمانه ترین درودها به محضر مبارک فرمانده بریگاد قزاق کلونل کاساکوفسکی بزرگ، به جهت حسن نظرشان در مورد حقیر به استحضار می رساند. نظر به موقعیت خطیر دوسیه‌ای که به عهده‌ام گذارده شد و با توجه به وجود خیشاوندی سببی میان بنده و یکی از متهمان، بدان سبب که ممکن است خدایی نکرده این شرایط فوق‌العاده سبب لغزش قلم شود و آن عدالتی که لابدن منظور نظر تمامی عالی جنابان است حاصل نگردد، بدین وسیله استعفانامه خود را از دوسیه فوق الذکر تقدیم هیئت کرده و تقاضا مندم که حقیر را از انجام آن وظیفه خطیر معاف سازند. تردید ندارم که بر اساس استنتاقات اهالی نظمی و عدلیه مر عدالت به اجرا در خواهد آمد انشاءالله. با تقدیم احترامات فائقه، ارسلان میرزای قوانلوی قاجار، چهارشنبه 1 ربیع الاول سنه 1313 هجری قمری. دورک نچست اوچین پلوخا ابو تراب نظم الدوله. شده وقتشه، متهم میرزا رضا انتقال به میدان مشق. Thank you.
شکر شکر الهی خیلی نبینم از که به این روزت انداختم چیزی نیست برد آخری بیایی رو بگیر این نیست برد بله چشمه هست بود یلیم باجی کجاست که ببینه کجاست ببینه آزاد شدی میبینه پرمه میبینم میرزا آخه حرف حسابشون چیه این قوم و ظالمون اگه حرف حسابانشون میشد که دیگه قوم و ظالمی نبودم آی خوبی میرزا بابت همه چیز ممنونم من ممنونم کاش لایق بودم که این همه زحمات پسرمو هدر نمی رفت دست کم با افسر آشتی کردم حالا با من قراره کم محق نیست کاش می فهمیدم چرا کس نتواند گرفت دامن دولت به زور پوشش بیفایده است بس ببرد روی گور اگه اینجا بودم باز برات تلاش میکردم پسرم تو چرا انقدر از تهران گریزونی؟ خوشگوه لرستان به تو چه مردک؟ خوشگوه لرستان نه و لرستان و پشگو پسرم اونجا اونجا برام بهتره وقتی که ملایر بودم از سیل بزرگ حسن بند و کلی بند و یوسف من برام پیشکشی فرستاده بودم خوادین دلفان و علشتر و خرم آباد به حاکم لرستان گفتن والی لایقی مثل والی ملایر میخوان تو چرا حاکم تهران نمیشی؟ این همه نشست و برخاست با بزرگان داری؟ دور از دارالخلافه و نفر دوم هیچ وقت نه توی چشم باش نه نفر اول خودداری همینجا ازت خداحافظی میکنم تا بیشتر از این شرمنده‌ام نکنی با عمو میرم خیر پیش با امید دیدار با امید دیدار پسرم جهان با چاپاره پستخونه برو راه ها ناامنه حکام و وزرا برای خودشون یه پا دزدن راهزن ما رو خودی حساب میکنن عموزاده نگران نباش